درود بر شما یاران و همراهان در این کلیپ و در این پادکست قصد داریم در خصوص هدف و انگیزه و اهمیت اون در زندگی و همچنین در یادگیری و به خصوص در یادگیری زبان صحبت بکنیم و به این موضوع بپردازیم که چطور هدف و انگیزه میتونه یادگیری شما را تحت تاثیر قرار بده پس فراموش نکنید که کاغذ قلم داشته باشید نوت برداری بکنید و این کلیپ رو حتما برای دیگران هم بفرستید تا اونها هم بتونن از مطالبی که در این پادکست و در این کلیپ گفته میشه استفاده بکنن تا بتونن با برنامه ریزی دقیق و پی بردن به اهمیت هدف در زندگیشون و به تب در یادگیری و به خصوص در یادگیری زبان به رشد و پیشرفت بسیار مناسب و خوبی در یادگیری برسن بسیار خوب اجازه بدید که بپردازیم به اهمیت هدف در زندگی و طبیعتا در یادگیری زبان دوستان مقوله اصلی و اولین آیتمی که در یادگیریتون باید مد نظر قرار بدید هدف و انگیزه است هدف در یادگیری زبان بسیار نقش تعیین کننده ای در یادگیری شما داره اگر شما هدف مشخص و هدف بارز و پر اهمیتی برای یادگیری زبان نداشته باشید طبیعتا دو روز زبان میخونید سه روز یه هفته یک ماه یک ترم کلاس میرید موسسات مختلف کلاس های مختلف یا با استاد خاصی کلاس میگیرید و بعدش رها میکنید یادگیری رو پس اهمیت هدف در اینکه شما بخواید به سمت و سوی یادگیری برید و یک مسیر رو ادامه بدید و بهش برسید به اون هدف بسیار تعیین کننده و بسیار تاثیرگذاره گذاره دوستان زندگی بدون هدف یا یادگیری بدون هدف مثل یک کشتی بدون ناخدا روی اقیانوس یا روی دریاست کشتی که ناخدا و سکاندار نداشته باشه بی هدف هر طرفی که باد در روی اقیانوس و یا در روی دریا بیاد این کشتی رو به سمت و سوی خودش میبره و هیچ کنترلی روی این کشتی وجود نداره پس میتونیم به جرأت بگیم که هدف و انگیزه ناخدا و سکاندار کشتی یادگیری شماست چه در زندگیتون، چه در یادگیریتون و طبیعتاً چه در یادگیری زبان در مورد اهمیت هدف گفتیم ولی هدف هر کس ممکنه در یادگیری زبان و برای یادگیری زبان متفاوت باشه ممکنه علاقه شخصی باشه یا نفر علاقه داره که انگلیسی یاد بگیره دوست داره یادگیری یک زبان دیگر رو یا اینکه حتی خوندن یه دفترچه راهنمای یک محصول وقتی که طرف یک محصول رو میخره دفترچه راهنماشو بخونه البته در جوامع جهان سوم خوندن دفترچه راهنما اصلا جز روال زندگی نیست مثلا شما یه محصول جدید رو که میخری یه ماشین لباسشویی یه تلویزیون دفترچهش رو میندازی تو کارتونش میندازی کنار هیچ وقت نمیری بخونی ببینی که چطور باید از این محصول و از این دستگاه استفاده بکنی چه برسه به اینکه دفترچه اون محصول انگلیسی باشه یا به یه زبان دیگه باشه پس خوندن دفترچه راهنمایی یک محصول هم حتی یک هدف کوچیک باشه همچنین هدفهای بزرگتر مثل آمادگی برای آزمونهای بینون مللی به دلیل اینکه بتونید به کشورهای دیگه مهاجرت بکنید یا بتونید به کشورهای دیگه مسافرت بکنید یا در مسافرت هاتون بتونید از زبان بین المللی انگلیسی استفاده بکنید برای ارتباط با دیگران یا حتی هدفهای والاتر مثل ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر دنیا در کشورهای جهان اول در کشورهای پیشرفته پس یادگیری زبان نیازمند یک هدف بسیار جدی است و یک هدف جدی نیازمند برنامه ریزی است تا به اینکه بتونیم به اون هدف برسیم دوستان موضوعی که باید در نظر داشته باشید این است که هدف باید انگیزه ساز باشه یعنی چی؟ یعنی هدفی که انگیزه در شما ایجاد نکنه برای یادگیری خیلی هدف محکم و قابل اتکایی برای یادگیری نیست پس هدف باید خیلی جدی و منسجم باشه وقتی که شما هدفتون ادامه تحصیل در یک دانشگاه معتبره یا اینکه مهاجرت به کشور دیگری است یا اینکه سفر به کشورهای خارجی است یا اینکه اگر مهاجرت کردید و الزام دارید که یک زبان دیگر رو یاد بگیرید یک هدف محکم و یک هدف منسجم برای یادگیریتون دارید پس آیا هدف شما واقعا انگیزه سازه هدف شما از یادگیری زبان چیه با خودتون تا حالا به این موضوع فکر کردین آیا این هدفی که دارید دنبال میکنید و به عنوان یک هدف برای رسیدن بهش میخواید برنامه ریزی بکنید هدفی است که برای شما انگیزه سازی خواهد کرد یا نه اگر نه هدفتون رو جدیتر بچینید ببینید نقش یادگیری و به خصوص یادگیری انگلیسی نقشش چیه در زندگی شما شما از رهگذر یادگیری انگلیسی به کجا میخواید برسید به کدوم هدف میخواید برسید و یا از گذر یادگیری انگلیسی به چه چیزی میخواید دست پیدا بکنید همین چیزهایی که عرض کردم علاقه شخصی یا آمادگی برای آزمونهای های بینالمللی مثل آیلتس تافل یا پیتی یا آزمونهای دیگه یا حتی مهاجرت به کشورهای دیگه یا قطعا ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر دنیا که نیازمند یک مدرک بینالمللی زبان برای نشون دادن توانمندی و مهارت شما در زبان انگلیسی است پس دوستان هدف شما همونطور که گفتیم بسیار تاثیرگذار است در یادگیریتون و طبیعتا هدف باید انگیزه ساز باشه بر اساس هدفی که برای یادگیری زبان زبان میتونن برای خودشون بچینن و شما میتونید برای خودتون بچینید دو تا هدف ما میتونیم داشته باشیم یک هدف کوتاه مدت یک هدف بلند مدت هدف بلند مدت مثل اینه که آقا من علاقه شخصی دارم میخوام مثلا روزی نیم ساعت روزی یک ساعت برای یادگیری زبان فرصت بذارم این یک هدف بلند مدته علاقه شخصی شما وقتی که میشه یادگیری انگلیسی و بهش علاقه دارید تبدیل به یک اولویت در زندگی شما نشده پس میتونید روزی نیم ساعت روزی یک ساعت برای این هدف بلند مدت که علاقه شخصیه که اینکه بتونید آیا روزی رفتید یک کشور خارجی یا آیا روزی دفترچه‌ای به دستتون رسید یا حتی یادگیری یک زبان دیگه میتونه یک هدف بلند مدت باشه شما باید برای رسیدن به این هدف بلند مدت برنامه ریزی بلند مدت داشته باشید و هر روز یادگیری رو در زندگیتون داشته باشید در مقابل هدفهای بلند مدت یک سری اهداف داریم که اهداف کوتاه مدت هستند مثلا در عرض چهار ماه شما باید خودتون رو آماده کنید برای آزمون های بین المللی یا اینکه در عرض چهار ماه، سه ماه، دو ماه باید آماده بشید برای مصاحبه در سفارت فلان کشور یا اداره مهاجرت فلان کشور که بهش یا مهاجرت کردید که در اونجا هستید و یا قرار است که بر اساس مصاحبه ای که با شما میشه به شما ویزا بدهند بتونید به اون کشور برید. پس این اهداف میتونن اهداف کوتاه مدت شما باشند. وقتی که اهداف یادگیری شما و اون هدف یادگیری انگلیسی شما کوتاه مدت میشه پس طبیعتا روزانه باید زمانهای بیشتری رو برای یادگیری بذارید مثلا روزی پنج ساعت، روزی ده ساعت، روزی پونزده ساعت به نسبت اولویتی که یادگیری انگلیسی در زندگی شما داره باید براش زمان بگذارید و اگر در گذشته این زمان رو براش نگذاشتید و این زمان رو براش صرف نکردید که انگلیسی به زندگیتون بیاد و این مهارت در شما کسب بشه باید اکنون براش زمان بگذارید و میزان ساعاتی که شما روزانه درگیری یادگیری باید بشید ارتباط مستقیم داره با اینکه هدف شما چقدر کوتاه مدت باشه پس به نسبت اینکه هدفمون بلند مدته یا کوتاه مدته ما باید بیایم برنامه ریزی کنیم بسیار خوب هدف کوتاه مدت رو گفتیم و هدف بلند مدت رو هم گفتیم بر اساس هدفی که ما در زندگیمون برای یادگیری انگلیسی داریم باید برنامه ریزی بکنیم نداشتن برنامه ریزی یکی از معضلاتی است که در کشورهای جهان سوم جهان چهارم جهان پنجم وجود داره دلیلش این است که ما برنامه ریزی برای زندگیمون نداریم چه برسه برای یادگیری و به خصوص برای یادگیری زبان اینکه ما برنامه نداریم دو ساعت دیگه چهار ساعت دیگه سه روز دیگه دو روز دیگه فردا میخوایم چی کار بکنیم این یک مشکله پس اگر شما میخواید از این قاعده و از این جعبه و از این چارچوب خارج بشید و رشد بسیار خوبی در یادگیریتون داشته باشید فراموش نکنید که باید حتما در زندگیتون برنامه داشته باشید و حتما برای یادگیری زبان باید برنامه ریزی بکنید نقش برنامه ریزی بسیار تأثیر گذاره در یادگیری و نقش بسیار مهمی رو در یادگیری شما بازی میکنه پس فراموش نکنید به نسبت هدفی که برای خودتون و برای یادگیریتون تعیین میکنید چه بسا هدف کوتاه و چه بسا هدف بلند مدت باید به نسبت همون برنامه ریزی بکنید مثل زمانی که شما تشریف میبرید باشگاه ثبت نام میکنید یا کلاس میخواید بیرون برید شما باید سر یک ساعت مشخص برید و در کلاس حاضر بشید و باید برید در باشگاه حاضر بشید برای تمریناتتون پس یادگیری زبان هم نیازمند نظم تعهد و برنامه ریزی است حتما باید برنامه ریزی بکنید اگر هدفتون بلند مدته براش برنامه ریزی بلند مدت بکنید مثلا آقا من در عرض یک سال قرار است که یادگیری انجام بدم قرار است که لغت یاد بگیرم قراره که گرامر یاد بگیرم قراره که سپیکینگم رو تقویت کنم قراره که لسنینگم رو تقویت بکنم در پادکست های بعدی در مورد تقویت هر کدوم از این آیتم ها صحبت خواهیم کرد اما موضوع اصلی این است که شما باید برای رسیدن به اون هدف اگر هدفتون بلند مدته میزان ساعت مشخصی رو روزانه براش تایم بندی بکنید و براش زمان بگذارید و البته اگر هدفتون کوتاه مدته همونطور که گفتیم باید طبق یک برنامه ریزی مشخص و معمولا زیر نظر یک مربی باید برنامه ریزی بکنید تا بتونید به اون هدفی که میخواید برسید پس برنامه ریزی اهمیت بسیار زیادی در یادگیری شما داره و اینکه شما بتونید ساعات مشخصی از شبانه روز رو به یادگیریتون اختصاص بدید و با این هدف که انگلیسی رو به زندگی واقعیتون بیارید دوستان یک اصل علمی وجود داره زمانی که شما یک زبان جدید یاد میگیرید قسمت جدیدی در مغز شما شکل میگیره برای تجزیه تحلیل برای صحبت کردن برای شنیدن نوشتن و گوش دادن به اون زبان جدید در ابتدا این شخصیت یک کودک مثل یک کودک میمونه شما باید با یادگیری روزانه با تمرین روزانه با برنامه ریزی روزانه کمک بکنید که این طفل نوپا کم کم بتونه بیان بکنه کم کم بتونه یاد بگیره و رشد بدید این کودک رو اجازه بدید که این کودک انگلیسی زبان یا اون زبان جدیدی که دارید یاد میگیرید کم کم رشد کنه اگر شخصیت زبان مادری شما مثلا فرض بگیریم 25 ساله هنوز شخصیت انگلیسی زبان شما مثلا اگر 3 ساله شه ما باید کمک کنیم این کم کم با یادگیری یادگیری ساختار یادگیری گرامر یادگیری لغت یادگیری بیان تقویت قوای نداری این شخصیت رشد بکنه و جلوتر بره و بهبود پیدا بکنه پس هدف نهایی ما این است که انگلیسی رو به زندگی روزانهمون بیاریم طبق هدفی که برای خودمون تعیین کردیم اگر هدف بلند مدت هست یک برنامه ریزی بلند مدت و هر روز درگیر یادگیری باشیم و متعهد بودن به برنامه ریزی که مشخص میکنیم برای خودمون اگر تعیین میکنیم روزی یک ساعت برای یادگیری زبان مثلا بین ساعت چهار تا پنج بعد از ظهر یا ساعت 9 شب تا ده شب حتما به اون زمان متعهد باشیم این موضوع از نظر روانشناسی یادگیری بسیار تاثیر داره در یادگیری شما به این دلیل که مغز شما در اون تایم مشخص و روان شما در اون تایم مشخص عادت میکنه به اون یادگیری و خودش طلب میکنه که شما موضوع بهش بدید براش یادگیری ایجاد بکنید و رشد بدید اون شخصیت انگلیسی زبان رو در این پادکست گفتیم که هدف بسیار مهمه و بسیار تأثیر در یادگیریتون و گفتیم که هدف باید انگیزه ساز باشه هدفی که انگیزه ساز نباشه خیلی هدف محکم و جدی برای یادگیری نیست و البته برای رسیدن به هدف نیازمند برنامه ریزی هستیم و بدون شک برای اینکه برنامه ریزی ما معنا پیدا بکنه و واقعا بشه اسم برنامه ریزی رو روش گذاشت باید به تایم مشخصی که در شبانه روز برای یادگیریتون زمان بندی می متحد باشید و منظم باشید و طبق اون نظم و تعهد به یادگیری و تمرین در اون ساعات بپردازید لطفا در قسمت کامنت از تجربیات خودتون و بی هدف بودن یا اینکه اگر در زندگیتون هدف داشتید و با برنامه ریزی بهش رسیدید یا اینکه برنامه ای که داشتید و تونستید به اون هدف برسید صحبت بکنید و با ما به اشتراک بگذارید فراموش نکنید که حتما مطالبی که عرض شد در این کلیپ رو نوت برداری بکنید یادداشت بکنید از این به بعد برای خودتون هدف داشته باشید از این به بعد برای خودتون برنامه ریزی داشته باشید و برای یادگیری طبق برنامه ریزی که برای خودتون تعیین می کنید، سر ساعت مشخص با نظم و تعهد و جدیت به یادگیری بپردازید سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید